سلام به دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین دارین برنامه ما رو میبینین حالتون خوب باشه. من آیلین هستم با برنامه روزهای جوانی. بریم سلام و احوال پرسی داشته باشیم با مهمانان محترم برنامه مون. سلام میکنم به شیما جان و کوروش جان عزیز، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. سلام آیلین جان، بله هفته خیلی خوبی بود. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز برنامه روزهای جوانی و شما. ممنونم. منم خیلی خوشحالم که امروز هم مهمون خونه های شما هستیم و با این برنامه در خدمت شما. بسیار عالی. اما عزیزان ممکنه از خودتون سوال بپرسین، چرا برنامه روزهای جوانی و اصلا چرا اسم روزهای جوانی؟ منم جواب سوالتون رو با خوندن یک آیه از کتاب مقدس میدم. در کتاب جامعه باب 11 آیه 9 این چنین میخونیم: ای جوان، روزهای جوانیت را با شادی بگذران و از آن لذت ببر و هرچه دلت میخواهد انجام بده، ولی به یاد داشته باش که برای هر کاری که انجام میدهی باید به خداوند جواب بدهی. امیدوارم عزیزان جواب سوالتون رو گرفته باشین. موضوع برنامه امروز ما دوستی و رفاقته. ممکنه برای هر کدوم از شما عزیزان سوال پیش بیاد که ملاک انتخاب دوست خوب چی هست؟ بریم نظر جوانهامون رو بشنویم و بعد برمیگردیم با نظر کارشناسان محترم برنامه‌مون همراه خواهیم بود. از نظر من اینکه امنیت و اینکه خود واقعیت باشی کنار اون دوست، دوتا خیلی برای من بولد هست و همیشه باعث شده که توی انتخاب دوستم این دوتا رو خیلی رعایت کنم. توی این دوتا اسم دوستم من رو درک بکنه، دوستم بفهمه، بتونم راحت دردمو بهش بگم، باهاش مشورت کنم، خط فکریش شبیه من باشه، به قولی فازامون یکی باشه. و اینکه بیشتر حالت برادری داشته باشیم. یعنی دوست من یه وقتی نکنه یه حرفی رو به من نزنه که مبادا نسبت به اون پیشرفت کنم یا برتر بشم، یا اینکه مثلا اون از من کم بمونه، بلکه باعث پیشرفت هم دیگه بشیم. به نظرم دوست خوب دوستیه که باعث میشه که اون برای تو پله میشه تو بری بالا و تو یه جایی برای دوست پله میشی که اون بره بالا. به طور مثال دوستی داوود و یوناتا که توی کتاب مقدس در موردش صحبت شده که مثل دوتا برادر بودن. بسیار عالی. بریم ببینیم نظر مهمانان برنامه‌مون در این رابطه چیه. خب شیما جان عزیز، نظر شما چیه؟ ملاک انتخاب دوست چیه؟ من خودم خیلی آدم سختگیریم و آدم رفیق بازی کلن نیستم. به اندازه انگشتای دست شاید کمتر دوست دارم، ولی باشون سال هاست که دوستم. من فکر میکنم همون احساس امنیت و درک متقابل خیلی میتونه این دوستی رو قوی تر کنه و اینکه این دوستی ها از قضاوت ها دور باشه و با یه ذهنیتی قضاوت نکنیم همدیگر رو درک بکنیم، برای هم آماده باشیم در جا. یعنی اگر مشکلی هست در ثانیه برای هم آماده باشیم که به هم کمک بکنیم. مثلا دوستای یعقوب، وقتی یعقوب در درد بود میگه که تو کتاب مقدس بلا فاصله براش رفتن پیشش و اجازه دادن که اون صحبت کنه. ایوب. برای همین که آماده باشیم واسه کمک کردن میتونه دوستی ما رو قوی تر بکنه. محبت که خب بیسش زمین است و اینکه وفاداری، صداقت، خیلی خاص چیزای متفاوتی هست. بسیار عالی. ممنونم از شما شیما جان. نظر شما چیه کوروش جان؟ خب ببینید، دوستی یکی از جنبه های خیلی مهم زندگی آدمه. ببین، انسان کلا موجود اجتماعی هستش. یعنی از وقتی که به دنیا میاد، حالا اگه شانس اینو داشته باشه خانواده خوبی داشته باشه، خانواده‌اش دورش هستن. ولی جالبه که شما وقتی که به سنی میرسی که انتخاب میتونی بکنی، چون خانواده رو خدا برای آدم انتخاب میکنه، ولی وقتی به سنی میرسی اولین کاری که میکنه یک بچه، حالا 3-4 ساله من حتی دیدم، شروع میکنه به انتخاب اون کسی که باهاش راحت هستش. حالا
این خیلی قشنگ دوستامون گفتش که همفاز باشن، همفازش باشه، همفکرش باشه، با هم راحت باشن. وقتی که آدم بزرگتر میشه ملاک‌های انتخاب دوستان یه مقدار سخت‌تر و بیشتر میشه و به قول معروف تعداد دوستاش شاید کمتر بشن. من تو ایران خب دوستای زیادی داشتم. وقتی که یکی از حالا تو جلسه گذشته راجع به مهاجرت صحبت کردیم، بعضا من یکی از مهمترین و مشکل سازترین جنبه زندگی من بیشتر حالا توی آقایون دیدم توی مهاجرت این کمبود دوست هستش. حالا نمیدونم به خاطر مشغله زیاد اینجا هست، ولی از همه اینا مهمتر اینه که معمولا اون مدتی که شما توی کشور خارج زندگی کردی، خارج از کشورت، به اندازه نیستش که شما بتوید دوستی ریشه دار داشته باشی. به مثال من 20 سال اینجا هستم، دوستیه که تو ایران داشتم شاید همه بالای 17-18 سال 20 سال بود. وقتی که شما میای اینجا خب تا خودتو بتونی جمع و جور بکنی، از آب و گل در بیاری، توی محیط، توی جمع خوبی قرار بگیری، 5-6 سال آردی میگذری که تو خودتو جمع و جور بکنی. یعنی خیلی فرصت داشته باشی، شاید 4-5 سال وقت داشته باشی که برای خود دوست پیدا بکنی. و انتخابای آدم تو اینجا خیلی کمتره. ببین شما تو ایران کلی هموطن، همکلاسی، جاهایی که آدم معمولا دوست پیدا میکنه یا توی دبیرستانه یا توی دانشگاه یا تو سربازیه. یعنی صمیمی ترین دوستی ها تو این سه تا جا برای دوست. معمولا یه مرد بیشتر الان من توجهم به آقایون هستش. و شما این موقعیت ها رو معمولا یا گذروندی، حالا برای خود من اینجا که آدم میاد این بزرگترین چالش زندگی آدمه. یعنی این مشغله زیاد، بعد اینی که دوستی ها ریشه دار نیست، خیلی انتخابا کمه، شما یکی که هم فکر خودت باشه، هم فاز خودت باشه دقیقاً پیدا کنی، خیلی انتخابای کمتری داری تا توی ایران. بنابراین من به نظرم دوستی یکی از مهمترین و عمیقترین و مهمترین بخشای زندگی هستش. و من با اتفاقا دیشب حالا یکی از دوستام، شاید اولین کسی که تو این کشور باش دوست شدم، یه دوستی هستش، دیشب داشتیم صحبت میکردیم، دقیقا اینم همینو میگفت که ما یادش بخیر تو ایران چه رفاقتهایی، چه دوستیایی. و من کم دیدم کسی رو که حالا از بین کسانی که اطرافم هستن اینجا یک دوست صمیمی تمام عیار خوب داشته باشن. و اینو متاسفانه این کمبودی هستش که ما اینجا داریم میبینیم و حس میکنیم. من فکر میکنم خانوما تو این قضیه قوی تر عمل میکنن. شاید منم خب مهاجرت کردم، ولی من دوستی های بیشتری دارم تا مثلا کوروش. حالا شاید وقتم آزادتره، نمیدونم، ولی توی دوست اشتباه میگم؟ نه درست. من فکر میکنم خانم ها راحت تر دوستی هایشون قوی تره تا مردا. من آدم خیلی تراستینگی نیستم که به همه بخوام اعتماد کنم، کوروش میدونم، ولی دوستای بیشتری میتونم پیدا کنم تا حالا یه آقایی که حالا مهاجرت کرده و منم که مهاجرت کردم. به نظر آیا میتونه دلیل خاصی داشته باشه تو این موضوع؟ من چیزی که فکر میکنم برای خودم مشغله زیاد و اون چیزی هستش که من خودم بیشتر میگم وقت گذاشتن. ببین شما برای دوست باید وقت بذاری. شما اگه دوستتو وقت براش نذاری این دوستی عمیق نمیشه. من نمیدونم مشغله کاری زندگی حالا اون علایق شخصی خودمه. الان تو این 20 سال عادت کردم که به اون علایق خودم مثلا موسیقی گوش بدم، کتاب بخونم، ساز بزنم، این چیزا رو بیشتر و وقت خب به تبع با بچه و خانومم بگذرونم. درست. و حالا غیر از وقتای کلیسا هفته‌ای تقریبا 2-3 روزمونم با کارهای کلیسا مشغول هستیم. بنابراین دیگه وقت این که با یکی بخوام برم بیرون شام بخورم یا تلفن کنیم، نمیدونم، شاید در مورد من به شخص اینجوریه، فکر می‌کنم این زیغ وقته. اینجا انگار زندگی سریع‌تر از ایرانه، انگار همه چی خیلی سریع‌تر و آقایون انگار اینجا خیلی بیشتر از خانوما مشغول هستن. من همه آقایونو که می‌بینم از صبح تا شب تقریبا مشغول دوندگی و بدو بادو هستن. آره توی ایرانم برای من هم همینطوره. توی ایران ما بیشتر وقت داشتیم، نمیدونم چرا، ولی اینجا تا صبح میشه، میری سر کار یا دانشگاه یا درس میخونی، تایم رو چک کنی میبینی شده عصر. و واقعا حرفی که شما زدین و شما زدین درسته، باید تایم گذاشت واسه دوست و رفاقت. اما سوال بعدی که من از شما دارم، چقدر میشه برای دوستی بها داد؟ من آدم با مرامیم تو دوستی اصولا، یعنی تا تهش واسه دوستان میرم و چون انگوش شما دوست دارم خیلی هم آزمون خطا و اشتباه، یعنی میسنجمشون، یعنی اگر یه کسی دوست منه تو ذهن خودم از چندین مرحله گذشته که حالا من این شخصو بهش میگم دوست.
و جالبه کداش میدونه، من دوستی های متفاوتی دادم با کاراکترهای متفاوت. همیشه کداش میگه مثلا نمیفهم این آدما هیچ سنخیتی با هم ندادن، داخلشون کاراکترشون با من خیلی متفاوته، ولی خب من با من دوستن و سالهاست، شاید 10 سال 15 سال با هم دوستیم. درست میگم؟ نه یعنی کاراکتر، مثلا یک کاراکتر کاملا متفاوته با یک کاراکتر دیگه، ولی من با هر دوتاشون خیلی دوستم. شاید این قابلیت منه، نمیدونم، ولی میدونم تو ایران دوستی های عمیق‌تری بوده، چون همون دلایلی که کوروش گفت، مدرسه، دانشگاه، حالا محیط کار، ولی اینجا یه ذره متفاوت میشه. ولی من فکر کنم با تلاش خود آدم میتونه وقت بذاری میشه، چرا نمیشه؟ بس. شما چطور کوروش جان؟ من دوستی ها رو خیلی دوستی لایه بندی تو ایران داشتم، یعنی شاید 3 تا 4 تا دوست داشتم که خیلی باشون صمیمی بودم، یه سری دوستای دیگه هم بودن که دوستم بودن و یه سری دیگه بودن که آشنا بودن، حالا بیشتر به این صورت بود. با اون 3-4 نفری که خیلی دوست بودم، خیلی با هم دیگه واقعا از خیلی چیزا میگذشتیم، برای هم خیلی بها میدادیم، خیلی واقعا خیلی چیزا رو فدا میکردیم. ولی خب بستگی داره که چقدر قابلیت داشته باشه، چقدر اون فرد واقعا پذیرای این محبت شما باشه، چقدر درک کن، چقدر اونم حاضر باشه به طور متقابل برای شما این بها رو بده. و اینکه بنظرم آدم برای واقعا دوست صمیمیش هر بهایی بده ارزشش رو داره، چون قطعا جای دوری به قول معروف نمیره، این بالاخره زندگی هستش، یه بخشی از زندگی هستش. و بنظرم آدم تا جایی که میتونه، به شرط که حالا یه مشکلی کوچیکی هم به اشاره کنم، متاسفانه خیلی آقایون میان مثلا خانواده رو فدای دوستی میکنن. درسته. و این یه حساسیت مثلا تو همسرانشون به وجود میاره. من فکر میکنم که از بزرگترین مشکلاتی که تو ایران یه همسر معمولا داره، حالا بعد از اون مسائلی که ممکنه تو خیانت و اینا باشه، اینه که طرف خیلی با دوستاش وقت میذاره، خیلی رفیق بازه. میگن رفیق بازه. آره رفیق بازه. یعنی اینو خیلی من شنیدم میگن، که بعضا من خیلی وقتا درسته، طرف حاضره وقتی رو که برای بچهش و زنش یا پولی که یا هر چیز دیگه رو که برای خانوادش میذاره برای دوستش بذاره. من یه چیزی رو میخوام بگم، کسی که متأهله بعضا من اولویتش باید خانواده خودش، یعنی زن و بچهش باشن. متاسفانه این اولویت ها رو خیلی از آقایون قاطی میکنن. 3 تا چیز هستش، خانواده ایه که باش ازدواج کردی، خانواده خودت، پدر مادرت و دوستات هست. اینا رو آدم باید خیلی مواظب باشه که قاطی نشن. اگه تعادل باشه. به نظر منم هم همینطوره، دقیقاً می‌خواستم همینو بگم. باید به نظر من باید بتونن تعادل رو ایجاد کنن. اما آیا شما راه حلی دارین برای این برقراری تعادل بین این سه چیز؟ من فکر می‌کنم که اینا رو باید از همدیگه جدا بکنه آدم. باید بدونه که چقدر برای یه دوست، شاید شما هر چقدر دوست باشی نمیتونی مثلا تمام درآمد خانواده‌ات که مادر و بچه‌ت رو مثلا بدی به یه نفر که باهاش مثلا بره یه مشکلش رو حل کنه. تو اولویتت زن و بچه خودت هم مثلا. ولی بعضی وقتا میگن نه، معرفت من هر چی دارم به پای دوستم میذارم. خب این باعث میشه که زن و بچه شما حساس بشن و شاید اصلا متنفر بشن از دوست شما، و این به نظر من خیلی میتونه مشکل ساز باشه. بسیار عالی. یه نکته دیگه رو میخواستم بگم، این که من فکر میکنم آدما، حالا ما متأهلیم، ولی من فکر میکنم خیلی خوبه که یه وقت جداگونه واسه دوستتون داشته باشین که مال اون باشه، ولی قاطیش نکنین با زمانهای دیگه که مال خانوادتونه. حالا چه تو زندگی خودتون، چه وقتی با پدر مادرتون دارین زندگی میکنین. وقت هر کسی اگر مختص خودش باشه، خب این تعادل هم ایجاد میشه. من وقتی که احتیاج دارم با دوستم رفتم یه رستوران نشستیم با هم 3 ساعت حرف زدیم، خب شاید اون نیاز هر دومون تو اون 3 ساعت حل شده و به قول معروف رضایت برقرار شده. پس شاید تو روزانه نخوام انقدر وقت باش بگذارنم که از وقت خانوادم بگذارم. ممنون، سپاسگزارم بابت این نکات ریزی که بهش اشاره کردین. اما عزیزان، ممکنه برای هر کدوم از شما عزیزان سوال پیش بیاد، نقش اساسی و کلیدی یه دوست خوب توی زندگی چه چیزی میتونه باشه؟ بریم نظراتو بشنویم، خیلی زود برمیگردیم. به نظر من دوست خوب دوستیه که کمک کنه که تو پیشرفت کنی. اینکه اگر که جایی رو داری اشتباه میری، کاری رو داری اشتباه میکنی، بهت بگه، یعنی انتقاد کنه از تو، نه اینکه هر کاری رو که انجام میدی بگه آره کار درسته، داری درست پیش میری، داری درست میگی. به نظر من زمانی یک دوست خوبیه که همونطور که گفتم در کنارش امنیت داشته باشی و اجازه بدی که اون توی پیشرفت تو به تو کمک کنه و اجازه همو
ساپورت کنید، با هم یک جاهایی که میخواید برید پیشرفت هم کمک کنید و به نظر من این میتونه باشه. یعنی دوست خوب همین هست که تو این قسمت ها بتونه به ما کمک کنه و توی سختی ها و بلندی پستی بلندی های زندگی در کنارت باشه، فقط تو شادی ها نباشه. نقش اساسیش یه قسمت بزرگی از لحاظ احساسی دوست دادم و سپورت میکنه، اینکه احساس تنها بودن و تنهایی رو از آدم بر میداره به نظرم. و یه نقش کلیدی که داره یه حقیقتی هست که آدم ها رفته رفته مخصوصا توی دوستی طولانی شبیه به دوستاشون میشن. یعنی انتخاب کردن دوست ما باید خیلی دقت کنیم که چه دوستی رو داریم انتخاب میکنیم. یه نقش کلیدی که داره اینه به نظرم که دوستی رو انتخاب کنیم که بدونیم شبیهش بشیم باعث میشه که از ما شخصیت بهتری بسازه. اصولا دوست های آدم نشون دهنده کاراکتر آدمه، تا حدی نمیشه کامل گفت این مطلقه، ولی تا حدی اینطور هست که دوست های آدم کاراکتر آدم و شخصیت آدم رو نشون میده. قطعا که دوست های موفق آدم رو موفق تر میکنن و تو رو بیشتر میتونن هول بدن به جلو. مثلا من کتاب خوندن رو از یکی از دوستان یاد گرفتم، میتونم بگم که خیلی کتاب خون بود و خب این عادت خوب اون به من هم انتقال پیدا کرد، به خاطر اینکه اون هم یکی از دوستای نزدیک من بود. بسیار عالی، نظرات جوانها رو شنیدیم. بریم ببینیم کارشناسان محترم برنامه‌مون چه نظری دارن در این رابطه. خب کوروش جان، نظرتون چیه در این رابطه؟ نقش اساسی و کلیدی یه دوست خوب تو زندگی چه چیزی میتونه باشه؟ بله. خب ببینید، خیلی چیزا رو دوستان اشاره کردن در مورد پیشرفت، در مورد اینکه دوست واقعا اولویت براش دوستش باشه، حسادت نباشه بینشون، نمیدونم یه سری چیزایی هستش که خیلی بدیهی هستش. ولی من میخوام از کلام خدا بگم، در کتاب اول سموئیل میبینیم که یه دوستی خیلی هم مثال میزنن در مورد یوناتان و داوود که هر دو جوان بودن، ولی یه جمله هستش فهم کنم باب 8 یا 9ش هست، شاید جلوتر، دقیقا آیش یعنی جاش یادم نیست، میگه که یوناتان قد جان خود داوود رو دوست داشت، یعنی و هیچ چیز رو از او دریغ نمیکرد. خب یوناتان یه پسر پادشاه بود، پسر شاول پادشاه بود، در رأس یه شاهزاده بود و داوود یه چوپان ساده بود، یعنی یه فرد خیلی ساده ای بود، ولی انقدر این مهر در رأس داوود تو دل یوناتان افتاده بود که میگه از جان خود اونو بیشتر عزیز داشت. یعنی این بزمن ملاک یه دوستی خوبه که واقعا از جون خودش عزیزتر بوده و میبینیم که چقدر قشنگ بعدا جون داوود رو نجات میده با اون ندایی که بهش میده که پدرم میخواد تو رو بکشه، باعث میشه که جونش نجات پیدا کنه. یه دوستی دیگه ای که خیلی بهش کمتر توجه میشه دوستی به بزمن یوحنا و خود عیسی بود. یعنی هر دوتا اینا، خب عیسی یک فرد حدوداً 30 سالش بود که در از مأموریت خودش رو شروع کرد، شاید اختلاف سنیشون نسبتاً زیاد بود، 12-13 سال اختلاف سنی داشتن، ولی میگه یوحنا سرش رو روی سینه های عیسی میذاشت، رو سینه عیسی مسیح میذاشت و با اون یه حالت هر چیزی که میخواست رو در میون میذاشت و یه صمیمیت خیلی خاصی بین عیسی و یوحنا بود، طوری که پتروس حسادت میکرد. شما باب 21 انجیل یوحنا رو میخونید، پتروس قشنگ حسادت میکنه به یوحنا که میگه که این تکلیفش چی میشه، حالا به من گفتی که چی میشم، بعد میگه تو را با او چه کار است، یعنی مسیح هم بهش میگه و یک صمیمیت، و این صمیمیت رو میبینیم که بعدها باعث میشه که یوحنایی که فرزند رد بود به همراه برادرش، سپتواجنت برادران رد خونده می شدن، بعدن ببینیم بزرگترین رسول محبت میشه. چرا؟ چون محبت مسیح رو در خودش جذب میکنه. به نظر من آدم هر نیکویی که از برادرش، الان دوست عزیزمون اشاره کرد من کتاب خونی رو از دوستم یاد گرفتم، خب چقدر چی از این بهتر؟ یعنی این ملاک خیلی مهمه که آدم
هم خوبی به طرف دوستش یاد بده و همین که خوبی‌های زندگی رو از دوستش بتونه کسب بکنه. بسیار عالی. شیما جان شما چطور؟ منم خیلی موافقم با حرفایی که این عزیزان زدن و الان کوروش گفت، و اینکه قبلا هم گفتم من همیشه به دخترم میگم تو خبردار نداری، پس دوستاتو خیلی بعد وایزلی خیلی با حکمت انتخاب کنی، چون این دوستا میشن همه کس تو در آینده، چون مگه ما قراره چند سال زندگی کنیم؟ مخصوصا برای بچه‌هایی که تک فرزند هستن خیلی مهمه اون دوستی که قراره بشه همه کس یه آدم. الان شاید من خواهر دارم، خیلی هم بهش نزدیکم، ولی شاید وقتی که با دوستان میذارم خیلی بیشتره، چون خواهرم مشغولیت خودشو داره، منم مشغولیت خودمو دارم. پس خیلی مهمه که یه انتخابی که میکنیم تا آخر عمر ما با هم میاد، میتونه ما رو خوشحال کنه این انتخاب، میتونه ما رو سرافکنده و ناراحت و شکست خورده بکنه. بسیار عالی. حالا سوالی که من از شما دارم، یه دوست خوب چه کمکی میتونه بکنه در ایمان مسیحی ما؟ بله، خب ببینید، باز اینجا برمیگردیم به اون مسئله‌ای که کلن انسان یک موجود اجتماعیه، یعنی خدا انسان رو موجود اجتماعی آفریده و توی همین دوستی هاست که، چون کلیسا هم یه محل خیلی بزرگیه که آدم میتونه دوستای خوبی که هم ایمان خودش هستن پیدا کنه. به نظر من خیلی خوبه که آدم توی کلیسا بتونه دوستی پیدا کنه که اون هم در ایمان باشه، با هم چند تا کار خیلی خوب با هم میتونن دعا کنن. دعای بین زن و شوهر خیلی مقدس و زیباست، ولی دعای دوتا دوست هم به همون اندازه زیبا هستش. کلمه خدا تو امثال میگه، میگه دو از یک بهتر است. یعنی شما وقتی که دو باشی، اونجا در جای دیگه در اناجیل میگه که هرگاه دو نفر، عیسی مسیح میگه، در نام من دعا کنن، من به عنوان شخص سوم اونجا هستم. حالا این دو نفر میتونن دو تا دوست باشن، زن و شوهر باشن. پس ببینید، شما میتونید با هم دعا کنین، میتونید با هم کلام رو بخونید، میتونید با هم دیگه به رشد هم دیگه کمک کنید تو زندگی. اگر یکی از و در ادامه دو از یک بهتر، اگه یکی از اونها بیفته، اون یکی دستش رو میگیره بلندش میکنه، و وای به روز کسی که کسی نباشه دستش رو بلند بکنه. بنابراین بعضی من در ایمان مسیحی یکی از مهمترین چیزها این تقویت دوست هستش. باز در مزامیر میگیم که دوست روی دوست خودش رو تیز میکنه، یعنی اون رو شارپ میکنه، آماده میکنه برای زندگی. و میگم در کلام خودم خیلی مثالهای دوستی ها رو داریم، خیلی قشنگ شیما در مورد ایوب گفت، در مورد سه تا دوستی که اومدن، بعد این دوست چهارمی هم بهشون اضافه میشه، و اینها واقعا میگه تا چند روز فقط نشون با ایوب هیچی نمیگفتن، انقدر غم ایوب زیاد بود تا یک هفته فقط پلوش نشسته بودن و باش هیچ حرفی نمیزدن، و این نشون دهنده همدلی اونها بود با این غم بزرگی که ایوب داشت. بنابراین دوستی خیلی مهمه در کلام خدا، و میبینیم که چقدر اهمیت داده شده، و معمولا کنار هر فردی که خدمتی میخواد بکنه و باید خدمت بکنه، باید یک دوست خوب داشته باشه که بتونه حرف دلش رو فرد به اون فرد بگه. من این نکته بگم، دوستیایی که تو کتاب مقدس اسم برده همیشه پشتش برکت هم بوده. مثلا شما دوستی قبلا هم تو جلسات قبل گفتیم، نعومی رو نگاه کنین با روت، فامیل بودن ولی دوستیشون خیلی عمیق بود. یوناتان و داوود، ایوب و دوستانش، من حالا اینجا نوشتم حتی داوود با ایتای، نمیدونم حتی دوستی مسیح با مارتا و الیازر و مریم. هر وقت این دوستیات تو کتاب مقدس ازش اسم برده شده، چقدر پشتش برکت بوده. یعنی این دوستی ها بی خود تو کتاب مقدس ازش نگفتن، و این برکت هایی که پشتش همینطور اومده خیلی نشون میده چقدر مهم بوده و چقدر قوی بوده این باندینگش. سوالی که من اینجا دارم اینه که چجوری باید جوانای همچین دوستی رو پیدا بکنن که بتونن اینطوری برکت بگیرن ازش؟ خب ببینید، من یه چیز بگم، بعضی من دوستی هم یه چیزی هستش که شاید طرف با گشتن فقط نتونه پیدا کنه. ببینید خیلی خدا تو اینجا نقش داره که دو نفر رو توی سر راه هم بذاره که بتونن با همدیگه دوستای خوبی باشن. خیلی باید، اگر واقعا کسی این تنهایی رو حس میکنه و نمیتونه اون شرایط ازدواج و حالا سنی یا هر چیزی نداره، چقدر خوب که از خدا بخواد که دوستی موافق اراده خودش در زندگی آدم بذاره. اینجوری نیست که فقط شما بگردی. اولا شما خیلی خوبه که به مکانهای سالم بری. قطعا یکی که به کتابخونه میره
به یه باشگاه ورزشی کلیسا. میره به کلیسا میره، دوستای بهتری پیدا میکنه تا کسی که مثلا هر روز نایت کلاب میره. یا من هیچ چیزی نمیخوام محکوم یا تایید بکنم، ولی قطعا تو اون محیط اول شما دوستای بهتری میتونی پیدا کنی تا اونجایی که مثلا چه میدونم اصلا کل اون محیط چیز هستش که حالا اون یه بحث دیگه است. ولی شما وقت تو جایی بذاری که مفید هستش و تو اینجا قطعا خدا هم کمک میکنه، کسایی رو سرات میذاره، با هم دیگه دوستیایی به وجود بیاد، وقت بذارین، دعا کنین، کلام بخونین، واقعا با هم دیگه لذت ببرین از زندگی. و این خیلی اساس دوستی هست. ولی من فکر میکنم چشمامون هم باید دنبالش باشه. درسته. من فکر میکنم اگر دنبالش نباشیم شاید اون عزیز بیاد از کنار ما رد شه و ما هیچ وقت نبینیمش و چه دوستیایی میتونست چه شکل بگیره ولی ما مشغول چیزهای دیگه بودیم. چشمامون دنبالش باشه، محیطهای درست رو انتخاب کنیم، براش دعا کنیم. بله. و خیلی ایمان مسیحی هم میتونه در این زمینه بهمون کمک بله. کنه. بله. ممنون و سپاسگزارم بابت این توضیحاتتون. توی این زمان کوتاهی که داریم خیلی دوست دارم یه جمع‌بندی برای جوانهامون داشته باشیم. ببینید جوانها بهتر از من میدونن، خب منم این سنین رو گذروندم و این تجربه رو داشتم و خدا رو شکر دوستای خیلی خوبی داشتم که تاثیرگذار بودن تو زندگیم. اگه هر کدومشون باشن الان در این برنامه رو میبینم بهشون سلام میرسونم. ولی چیزی که خیلی مهم هستش اینه که دوستان، دوست یک شمشیر دولب است. یعنی در کنار اینکه میتونه شما رو بلند کنه، کمک کنه، خیلی وقتا ما میبینیم که متاسفانه بعضی دوستی ها هم دوستی فوق‌العاده مخربیه. یه جوکی هستش، حالا توی فارسی میگن، از معتاده پرسیدن که مشکلت چی، بگفت جنس خوب و رفیق ناباب. یعنی این رفیق ناباب خیلی وقتا دقیقا درست میگن، شما رو میتونه به قعر حضیض ذلت هم ببره. خیلی از اعتیادها، خیلی از ناسالمیها، خیلی از خیانتها، خیلی از ناراستیها به خاطر دوستیایی بوده که متاسفانه حالا اون شرایط خوب نبوده، اون فرد درست نبوده. بنابراین دوستان، هموقتی که برای خیلی چیزهای حالا شاید کم اهمیت‌تر در زندگیتون شما جوونا وقت می‌ذارین، واقعا اینی که دوستی باشه که حکیمانه و با دید درست انتخابش کنین. و خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن که من به عنوان یک ایماندار میتونم با افراد غیر ایماندار هم دوست باشم، نور و نمک هستم. اشکالی نداره، من نمیگم، کلام خودم نمیگه که شما باید برین توی قلعه‌ای فقط با ایمانداران معاشرت کنین در یک صومعه، قطعا شما میتونین باشین. ولی چقدر خوبه که دوست صمیمی شما کسی باشه که با شما هم ایمان باشه، با شما هم کلام باشه، جهان بینیش مثل شما باشه، همون جوری که شما با خیانت برخورد میکنی اون هم به همین جور ناکنه، همون جور تو راستی باشه و شما بتونی برکت روحانی هم در کنار چیزهای دیگه به هم دیگه بدین. بسیار عالی، ممنون و سپاسگزاریم بابت توضیحاتتون در این زمینه. خب عزیزان، ممنون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردین و در کنار ما بودین. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت برده باشین و جواب سوالاتتون رو توی این زمینه گرفته باشین. اگر نقد و انتقادی دارین، سوالی دارین، میتونین از طریق تیم روابط عمومی 107 پارس با ما در ارتباط باشین و نقد و انتقاداتتون رو، سوالاتتون رو برای ما ارسال کنین. همچنین تشویقتون میکنم برنامه هفته دیگر رو با ما همراه باشید با موضوع جذاب نگرانی های تحصیل و کاری، چیزی که این روزا همه ما دغدغه هامون هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدارتون.